اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. صدایی از آن سوی غربت به جان و جهانم نشسته، صدای رهایی پر از لحظه های خوش آشنایی. به لحن بلوچی مرا هر دم آواز دادی، به کردی به نام وطن شوق پرواز دادی. سحر بر بلندای تبریز ستارخان راه می جوست، سوی پایتختش به یاران آزاده می گفت هلا ترکمن ما روانیم. بگو یار آزاده بختیاری، به اندیشه سرفرازی به بام جهانیم. بگو گبه ها سرخ باشد ز خون جوانان قشقایی سرفرازم، جنوبم شمالم ز بوشهر تا اصفهانم، ز خرم زمین به خون جوانان نبشته که اهواز و مسجد سلیمان ایران سرشت. به ایلام و کرمانشاهان پرکشید صراحی به دستش مهابادی من سرودی به آزادی شهر میخواند و مهسای گل را به بام جهان چون گل لاله میخواند. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه ششم اکتبر، به شما سلام میکنم. حضورتون عرض کنم که من امروز خود مهمانم، دکتر مهمان چه صافونه دکتر سازگار است. اما قبل از اون، برای اینکه خود دکتر سازگار هم از این حیوان احساس نفرت بکنه، یک کلیپ کوتاهی رو براتون میگذارم. تلویزیون المنار حزب الله، اینا میگن ما مسلمونی، ما دروغ نمیگیم. شما فکر کن مهسا رو چجوری ترسیم میکنه و اون جانوران حقوق بگیری که تو لبنان و جهان عرب نشستن اینو باور میکنن. گوش بدید به حرفای این مرد خائن فاشل دزد دغل آدم کش. گوش بدید. نحن نعلم أن هذه الامرأة مها أميني، مهسة أميني، هي إحدى أعضاء حزب كوميلي الإرهابي المتعاون مع إسرائيل بشكل واضح وعلني، وهي ذهبت بصورة انتحارية إلى مركز الشرطة، وهناك تقرير تفيد بأنها ابتلعت قرصا من السم داخل قاعة الشرطة، لأنه في داخل القاعة وقعت بدون أي مساس، المشاهد واضحة. وكانت هي تعتبر نفسها سوف تكون شهيدة لزرع بذور الفتنة في المنطقة. دکتر سازگار را سلام میکنم، خیلی هم عصبانی عرض سلام و ارادت دارم خدمت های دکتر میزاد، خدمت همه بینندگان عزیز. دل مشغول مدار آقای دکتر، گفت محفشاند نور و سگ او کند. تا این حد آدم پس رو خواهد. حالا به کوری چشم این آقای که این حرف رو میزنه، عکس مهسا امینی به جرأت میگم دست کم بین پایین، یعنی شهروند عادی امریکا، مثلا یه لوله کش، یک کارگر سوپرمارکت، الان مشهورترین عکس و اسمیست که من میتونم بگم همه میشناسن. یه دوست ما میگفت رفتم توی این دفترهای مهندسی اینجا مثلا یه شرکت بزرگ کیمکوز،
پوستر مهسا رو چاپ کنم برای تظاهرات، اسمش یعنی این کارگر اونجا اینو دید گفت مهسا امینی، همه دوستاش هم اومدن وایستادن و این دوستم هم گفت من قسم میخورم اگه بهش میگفتم ایران شاید نمیدونست ایران کجای دنیاست، ولی مهسا امینی رو میشناسن و میدانن چه بر سرش آوردن جنایتکارای حکومت و قلب یک دنیا رو به درد آورده. والا این دیگه گفت ارض خود میبری و زحمت ما میبری. درسته، ولی من میخوام بگم ببین اگر شما مثلا تو مکتب استالین بودی، کیم جون اول بودی، دروغ هم میگفتی خوب، ولی آخه اینا معلمای اخلاق ما، یعنی حزب و شیطان داره در لبنان درس اخلاق میده، مبارزه با اسرائیل با صهیونیست. وقتی تو تلویزیونی که عجیب ملت ایران میلیون ها دلار میره تا این آقا شمشم اون بالا باشه، این دروغ رو میاد میگه که مشمعز کننده است. گفتن های دکتر در اختیار دارید، گفتش شنیده زن حامله گل میخوره اما نمیدونی چجور گلی میخوره. شنیدن گوبلز گفته بود که دروغ هرچه بزرگتر بگی قابل باورتره، ولی نمیدونم اون گوبل نابغه تبلیغات بود یه جوری میگفت که قابل باور، چون هم برای ملت آلمان که در اون مقطع مسحور شده بود واقعا سحر زده شده بود نسبت به هیتلر، نه در دنیای امروز، اونم دروغی که یعنی اسکناس هفتمانی چاپ کردنه و جز این که رسواییشون باشه نیست. بریم آقای دکتر سر بحثای شما برای اینکه حالا احتیاج به وجود نازنینت برای تک تک مقطعهای اون سرزمین تدرس. خب دکتر سازگارا، ارزیابی که در این مدت سه هفته اتفاقی گفته بدون شک ارزیابی کردیم، میشینی با دوستان تو گروه با داخل صحبت میکنی، کلن ارزیابی چیه؟ تا چه حد این حرکت رضایت بخش و در جهت تحقق اون خواستهای عظیم ملت ایران چقدر جلو رفتیم؟ یه ارزیابی کلی که مردم اینو متوجه. بله من فکر کنم بهتره که به اصطلاح اخبار نپردازیم، چون احتمالا اخبار همه دارن و میدونن الا اون چیزایی که چند ساعت دیگه برنامه ویژه ما هست. ببینید بذارید من این ارزیابی رو ذیل سه تا سرفصل انجام بدیم، دونه دونه بریم جلو. سرفصل اول اون سه تا شرط حد اقلی پیروزی در مقاومت مدنی، یعنی اتحاد، برنامه ریزی، حفظ دیسیپلین بی خشونت در مبارزه، این یه سرفصل. با این ابزار نگاه کنیم ببینیم این حرکت در طی دو هفته کجا اومده، ببخشید سه هفته، الان در طی سه هفته از این منظر ارزیابی کنیم. سرفصل دوم بر اساس این سه تا شرط به اصطلاح حضور در جریان مبارزه، یعنی تداوم، چجوری تداوم داد، استقامت کرد و به اصطلاح این دو طرف که با هم کلنجار دارن میرن بشه ادامه داد. تنوع، یعنی تنوع دادن تاکتیکی و نوآوری ها و توالی، پشت هم آمدن تاکتیک ها، یعنی این یک کار که میشه کار بعدی پشتش باشه، فکر کرده شده باشه اون. و سرفصل سوم که از ذیل این سرفصل نگاه کنیم، برای به نتیجه رسیدن ما احتیاج به اعتراضات، ریزش از حکومت و اعتصابات و فلج سازی داریم، یعنی همه کارا باید این ستا رو بتونه سرویس بده با هم جلو بره تا یه رژیمی رو به شاورد باید. بنابراین من خلاصه بکنم، فرمودی در جوابی بکنیم، ذیل سرفصل اتحاد، برنامه ریزی، حفظ دیسیپلین بی خشونت، توالی، تنوع و تداوم، و سرفصل در واقع اعتراضات، اعتصابات و ریزش
از این سه منظر نگاه کنیم تا یه این سه هفته ببینیم که کجا اومده این انقلاب زن زندگی آزاد. بسیار عالی است. از همون اولی شروع میکنیم. بسیار فصل‌بندی کرد. آره، برای اینکه لازم ببینید اتحاد، برنامه ریزی، حفظ دیسیپلین، بیخشونت، اولی در اینا مینیمومی است که در هر جنبشی باید باشه. اگر نباشه میفته به بیراهی یا شکست بخوره. در مورد اتحاد، خب رژیم سال هاست که فکر کرده با تفرقه بنداز و حکومت کن میتونه به حیاتش ادامه بده، کرد هراسی ایجاد کنه، ترک هراسی ایجاد کنه، عرب هراسی ایجاد کنه، نفرت پراکنی بکنه بین سلطنت خواه، جمهوری خواه، بین چپ، بین راست، بین مسلمون با غیر مسلمون، و این کار کرد. به نظر من معجزه، واقعا معجزه خون مهسا امینی، این دختر رعنای کردستان و این فرزند ایران، این یک مرتبه به قول دکتر مهتدی دوست ما ظرف یک هفته 40 سال تلاش حکومت رو برد هوا. یک مرتبه در تهران گفتن کردستان چشم و چراغ ایران، در تبریز شعار به نفع کردستان دادن، در بلوچستان از مردم ایران دفاع کردن از این ماجرا، و در بین گروه های مختلف نه دیگه کسی حرف سلطنت میزنه، نه جمهوری، نه اینا، همه مونده برای نب. یعنی اتحاد مردم حول دو شعار محوری، سرنگون با جمهوری اسلامی یا مرگ بر خامنه یا جمهوری اسلامی، نمیخوایم به زبانهای مختلف یک محور، یعنی هدف روشنی که این نظام باید بره، و زن زندگی آزاد. زن در واقع حقوق برابر برای زنا، یعنی انگشت به چشم 44 سال حرفای آخوندا کردنه، چیزی که یه ستون نگه دارنده شونه، یه چیزی که در واقع تو اون قدرتشونو باستولید کردن و اصلا سمبل این حکومته. زندگیش در مقابل مرگ خواهی یک حکومت قرون وسطاییه، یه حرف رنسانسی زندگی خواهی، چیزی که جوان ایرانی میگه، میگه من میخوام زندگی نرمال داشته باشم، کسی به کارم کاری نداشته باشه، هر روز از شرایط اساس و کنونی هم بیام بیرون مثل آدم با همه دنیا زندگی کنم. این خب محور دومه، و آزادی، لیبرتی، در واقع این چیزی که همه دنیا میفهمه ذیلش دموکراسی خوابیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و سایر آزادی. بنابراین به نظر من ذیل این دو شعار همه گروه های مختلف متحد شدن، همه گرایشات جامعه متحد شدن، بنابراین اون بخش اتحاد خیلی خوب شد. اتنیک های دکتر، بله همه اومدن، اصلا شاهکار بود. از بلوچ، ترکمن، همینجور بیاید ترک و کرد و عرب و همه. یعنی من نمیخوام اسم بیارم، حالا حتی بگم شما دست کم خیلی خوب میفهم، بگم خیلی بیرنده، مثلا اون تلویزیون لس آنجلسی که پولش حکومت میده، صبح تا شب هم کارش همین دعوا درست کردن و نشون دادن اینکه مخالفی یه مش احمقن، صبح تا شب با هم دعوا دارن، اصلا ایران با هم جمع نمیشه، کاری نمیشه. این دو چوده هوا دیگه مغازشون هم نمیگیره. و بلوغ ایرانی ها، ببینید این رو بگم از این مفصلتم برم سر برنامه ریزی، چرچیل نقل میکنه که از قول ادوارد گری، اون وزیر خارجه سال 1905 بریتانیا که چرچیل باش کارم کرده بود، میگفت اون یه دورم سفیر بود، اون وزیر خارجه در آمریکا، اون گفته بود که چون آمریکا خیلی معروف بود به این که خب 72 فرقه توش هستن، همه جور آدم هست، با هم گاهی دعوا داره، سیاه با سفید، بخصوص در مقطع جنگ دوم، تبعیض غیره، او گفته بود که آمریکا مثل یه بویلره، مثل یه دیگه بخاره که اگه زیرش رو روشن کنی معلوم نیست حرارتش تا کجا بالا بره. و حمله ژاپن به پرل هاربر این کارو کرد. همه دنیا فکر میکردن آمریکایی‌ها با هم اصلا متحد نمیشن، یک مرتبه یک ملت آنچنان متحد شد
که شد قدرت اول نظامی، چون قدرت 17 ام نظامی بود وقتی جنگ دوم شروع شد. بله. و شب و روز همه دست به دست دادن و اون اتفاقات. به نظر من در مورد ایرانم حکومت دچار اشتباه محاسبه بود. روی تفرقه سرمایه گذاری کرده بود. ایران دیگه بخاریست. ما ایرانی ها با افتخار بیش از 2500 ساله که در سرزمینی زندگی کردیم کنار همدیگه در عین تکثر متحد و یک پارچه، وقتی در خطر بوده اون میهن دست به دست همدیگه دادیم و قلم پای هر خارجی رو خود کردیم، هر متجاوزی مثل این حکومت رو سر جاش نشوندیم، هر کس که به خواسته تعدی بکنه، چون اینا که سر کارن نه دین دارن نه شرف دارن نه وطن دارن نه یه مش دزد تروریستن، همینو بس، و اینا رو هم سر جاشون بشنن. بنابراین به نظر من به قول امریکایی رانگ به حکومت شرط عوضی بسته بود که رو تفرقه مردم حساب کنه. همین اولای این حرکت هم سعی کرد اینو بکنه، دید که اساسا نمیشه و به قول برون مسجد جای اون کارا نیست، گذاشت رفته کلاشو تست. راجب برنامه ریزی از این زاویه نگاه کنیم. ببینید برنامه ریزی در واقع میره توی مبحث سوم که من اگر اجازه بدید موکولش کنم به اونجا، در واقع اعتراضات ریزش و اعتصابات و فلجسازی به اصطلاح محور برنامه ریزیه، اصل کارم اینجا. و سومی میمونه آی دکتر دیسیپلین بی خشونت. این خیلی هم محل بحث که این دیسیپلین بی خشونت یعنی چی. به درستی جوانها تعریف کردن که ما خشونت ورزی نمی کنیم، ما نمی خواهیم که بریم دست به اسلحه ببریم، ما نمی خواهیم. خشونت منطق طرف ضعیفه، ما کاری میکنیم که همه، ولی حق دفاع مشروع داریم، حق دفاع مشروع داریم. سازمان ملل به رسمیت شناخته، بله، یعنی اینو در مقاومت مدنی هم به رسمیت میشه. حق دفاع مشروع یعنی این که اگر دوربینایی نصب کردن که ببینه شنود کنه فلان کنه، ما حق داریم بکنیمش بسوزونیمش بنزونیم. اگر موتور سواری میاد میخواد ما رو بزنه، حق داریم بهش لگد بزنیم، پرت وسط و موتورش هم بگیریم آتیش بزنیم. اینا مطابق به اصطلاح مقاومت مدنی هم هست. حق داریم که به اصطلاح نیمه مخفی نیمه علنی کار کنیم برای اینکه نشناسن. حق داریم که آنچه که به ماشین سرکوب برمیگرده رو از دستش بگیریم. و یه نکته دیگه دیسیپلین بی خشونت این است که کارهایی رو فکر کنیم که تا اونجا که ممکنه عموم مردم بتونن درش مشارکت کنن. وقتی هر چی که بهش میگن اصل عدد در مقاومت مدنی، هر چه تعداد مشارکت کننده بره بالا، جنبش امکان سرکوبش کمتره و به پیروزی نزدیکتر میشه. و طبیعیه که خب در یه جنبش بزرگ ملی که همه که نمیتونن کف خیابون به جنگن، همه که جوانای فداکار 20 ساله یا دبیرستانی نیستن که بی مهابا برن، پیر زن هم هست، پیر مرد هم هست، کاسب هم هست، بازاری هم هست، شهروند عادی هم هست، راننده تاکسی هم هست، باید کاری که دیسیپلین بی خشونت به این معنی است که کارهایی رو در دستور گذاشت که هر کس به نوعی بتونه یک چیز اضافه کنه. من جدا میگم اگر صد تا فکر میشست میخواست برنامه ریزی کنه به این زیبایی نمیشد که یه ترانه خلق شد. یه ترانه ای که شروین خوند، خودشم گفت من اینا رو مردم گرفتم سرهم کردم. در واقع همه نکاتی که مردم ازش ناراضی هست به 44 سال به نوعی توش آمده و جوری هم هست که همه میتونن بهش اضافه کنن. من برای این ناراحتم میام، من برای این مخالفم، من برای اون مخالفم. و البته الان در محورش بحث زن قرار داره، اولین قسمت شعار مشترک، و این شد ترانه این جنبش، شد ترانه این حرکت. و این در واقع امروز یه ترانه گذاشتم برای برنامه‌مون مال مهدی یراهی. این پسر عزیز عرب ایرانی تا به حال شاهکار کرد، این یکی که برای زن خونده امروز با هم گوش میدیم، این موج را افتاده، موج بله، را افتاده، بله. یعنی
یعنی ببینید دیسیپلین بیخوشونت به این معنی است که ما به سراغ استراتژی میریم که در این استراتژی همه میتونن مشارکت کنن. اگه نمیره تو خیابون میتونه سر پشت بوم شعار بده یا بوق بزنه یا جای پراکنده یه نافرمانی مدنی ساده بکنه، یه نمیدونم جداسازی چیز رو جدا کن که حالا بهش میرسیم. بنابراین این دیسیپلین در واقع به این معنی است و خوشبختانه الان دیروز مثلا کشاورزای اصفهان ناراحتند، آنها هم یه افزوده‌ای گذاشتن، اومدن به میدون، هر کس خواسته های مختلف و روش های مختلف طراحی و ابتکارات که تو فصل دوم بهش خواهیم پرداخت بتونه اضافه کنه و به این ترتیب این اصل عدد در واقع در اینجا اجرا بشه. این ذیل سرفصل اول. یه پرانتز دکتر باز بکنم، تا چه حد حالا جنبه تمرد و نگفتن به رژیم رو در همه ابعادش دیدیم، آنچه در دانشگاه شریف بود، دانشگاه علامه، دانشگاه اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، هر جا که بود، کرمانشاه. نکته دیگه میخوام بگم عامل اعتصابات تا چه اندازه تا این لحظه موفق بوده و چه پیشبینی دارید روش میکنید؟ چون همه در تماسایی که با هم داریم از من میپرسن و بالاخره شرکت نفت میاد، بالاخره صنایع نفت میاد، مثل گذشته تکرار میشه، چه خواهد شد؟ اینو میخوام شما بهش پاسخ. خب پس اگر اجازه بدید این سرفصل بعدی رو در ارزیابی جنبش بذاریم روی این اعتراضات، ریزش از حکومت و اعتصابات و فلجسازی، از این منظر نگاه کنیم ببینیم تا الان سید فقط سه هفته جنبش چی به دست آورده. بریم سراغ این. ببینید اول از اعتراضات خب چند تا استراتژی روشن جوانها گذاشتن که به نظر من موفق. اول اینکه اومدن و گفتن که ما دیسنترالایز کار بود، غیر متمرکز کار میکنیم، چون اینا همه آموزششون برای این است که یه جایی که جمع شدن، میدون تحریری، میدون آزادی، میدون انقلاب، چیزی چهار طرفشو ببندن، بریزن بزنن گارد ویژه بود. خیلی خب ما حالا میریم سازماندهی در محله ها میکنیم، محله محور میکنیم، از هر کوچه همدیگر رو صدا میکنیم، میشناسیم، میایم بیرون و میپیوندیم و اولین ضربات که فکر کنیم میاد پخش میشیم جای دیگه. بهش میگن در واقع تاکتیک های پارتیزانی در اعتراضات مدنی. این کار رو به خوبی انجام دادن، هنوزم دارن انجام میدن. یعنی دانشگاه ها الان قانون اعتراض جاش معلومه، ولی مردم به حمایت از اونها میرن و به منظرم که مامورا به خان بیان برخورد کنم. شما دانشگاه شریف رو دیدید، وقتی بچه ها در خطر گرفتن نیم ساعت نکشید که جای سوزن انداختن اطراف دانشگاه نبود. دیگه جرئت نمیکنن الان به دانشگاه حمله کنن. دبیرستان ها که اومدن پیوستن، دختران و پسران نوجوان ما، گلای این مملکت، آینده ایران، حرکت میکنن، مردم حمایتشون میکنن. بعد بچه ها یاد گرفتن از تو مدرسه ممکنه شروع کنن، میان بیرون ممکنه دو کوچه اونورتر تظاهراتشون رو بکنن و حرکت کنن. توی اعتراضات به نظر من ما یه واریته داریم الان از نوآوری و یه فستیوال در واقع تاکتیک داره اجرا میشه. تظاهرات محور محله و گسترده منطقه‌ای که در یه شهری مثل تهران خود سرکوبگرا برآورد میکنن، چون نمیدونن چه زمان و چه مکانی ممکنه اعتراض باشه، ناچارن که 850 نقطه تهران رو بگردن. اینا که اگه جا شلوغ شد برن سراغش که ناممکنه براشون. شهرهای دیگه هم همینجور کلان شهرها. بچه ها هر جا اعتراض، هر جا عموم مردم بوق میزنن، سوت میزنن، پشت بون شب چهار بدن، حتی توی شهرک نمونه خانواده سپاه شعار مرگ بر دیکتاتور داده شده. بله، شهید محلاتی. بله، و یا
توی عرض شود که روش هایی مثل اونجاهایی که آزادتر بوده، دخترها با همین نافرمانی مدنی آتش زدن روسری یا برداشتن و سرخ دادن و رخت کنانش در واقع یه جور تاکتیک دیگه به نمایش بود. اعتراضات های دکتر دیگه دنبال میکنین شما، همه کشور رو فرا گرفت، به از دانشگاه و دبیرستان تا محله و غیره، و این ستون به نظر من خیلی خوب داره پیش میره. ممکنه پایین بالا داشته باشه به اصطلاح مثل همه جنبشا، هیچ مهم نیست، حالا هر روز که یه مقدار تمپرچر نداریم که درجه حرارت نداریم، کم و زیاد میشه، ولی گستردگی و تداومش که حکومت که عادت کرده تو 5 روز همه چی رو تموم کنه، وقتی از 3 هفته رد شده و بیش از 3 میلیون 5 میلیون به گفته خود حکومت تا جمعه گذشته، نه تازه تا امروز که پنج شنبه، در سطح کشور دائما حضور دارن، این امکان رو داره که به سرعت گسترده بشه بره تا 30-40% مردم. اما ستون ریزش از حکومت، ببینید ریزش از حکومت، خب این حکومت مدت هاست پایه های نگهدارندش مثل پایه اداریش، پایه ارتباط که مثلا دینیش غیره رو از دست داده. 2 ستون براش مونده بود، یکی ستون فرهنگیش بود، پایه که با فرهنگش و با یه عده سلبریتی وابسته به خودش اینو نگه می‌داشت و تو شبکه‌های اجتماعی، یکی هم از ماشین سرکوبش. 10 روز اول اون تمام سردارای فرهنگیش دوستان بایی خودشون هم جیغشون در اومد که ما به اینه یه عالم وقت پول دادیم، حالا 10 روز نشده همشون پشت کرد. مهمتر از اون تو ریزش ستون فرهنگی اومدن سلبریتی ها و چهره های محبوب مردم به میدان در سمت مردم، مثل علی آقا کریمی فرد، حالا یه آیکونی شده الان که تمام فوتبالیستا رو دنبال خودش میاره، مثل همین شروین در موزیسین ها، مثل سینماگرا، مثلا خانم کتایون ریاهی اول همه روسری رو برداشت و ده ها نفر دیگه. این باعث شده که چون اینا فالوورهای زیادی هم دارن، وقتی یه چیزی رو میذارن میلیون ها بار میچرخه، هر ایرانی به برآوردی که کرده بودن بیش از 100 جمله در شبانه روز با همه سانسور اینترنت راجع به این انقلاب و اینا داره توییت و ری توییت و اینستاگرام و غیره میکنه داخل ایران، خارج که بیش از اینه. بنابراین این بخش ریزش از حکومت مونده ماشین سر. من ماشین خب سرکوب اینجا رو نگرد و دکتر ببخشید ماشین سرکوب رو نگرد و ما یه درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم و با هم این صدای نازنین مهدی جان یراهی رو بشنویم. بار دیگر درود بر مهدی. دکتر سازگارا این محصله رو که آدم میبینی شوق عجیبی در آدم ایجاد. من یاد گفته های مهندس کردستانی و دوستای دیگه هم میفتم که میگفتن سر ملی شدن نفت، اینا هم دانش آموز بودن، از اون مرحوم دانش همایون برام میگفت، بله ما میرفتیم دانش آموز بودیم مرسه فیروز بهرام البرز جای دیگه دور دانشگاه میرفتیم میوه میبردیم، نمیدونم یا شمشیری سال 39 قضا داد به دانشجوها، و الان این دانش آموزا رو افتادن خیلی شوق برانگیز. این خودجوش بود دکتر سازگارا یا واقعا برنامه بود؟ نه آقای دکتر، برنامه کلان در جریانه، نه هیچ کس سنترال این رو پیش نمیبره، این همه بر اساس ابتکاراته و حکومت الان من میدونم به شدت توش بحثه که اصلا مدرسه ها رو تعطیل کنن و بیان ببرن روی کلاس مجازی که این دانش آموزان نیان، برای اینکه دیدین دیگه خیلی راحت به اون شوق جوانی و شجاعتی که دارن عکس خامنه ای رو میکشن پایین، روسری رو بر میدارن، مسئول آموزش پرورش رو بیرون میکنن از مدرسه، میان توی خیابون و در واقع تمام اون کارهایی که حکومت میخواد نکنن دارن میکنن و نشون میدن که این نمیخوایم نمیخوایمی که میگن رو در عمل نشون میدن. و واقعا من تو اون برنامه خبریمونم عرض کردم
من که واقعا بغضم میگیره آقای دکتر، یعنی به زحمت جلوی اشکمو میگیرم وقتی که این گلهای بهاری کشور رو میبینم که آینده مملکت من هستن و این گونه حرکت میکنن و بیشرف کسی که از اون نیروی انتظامی و امنیتی و سپاه به خصوص خطاب میکنن دست بخواد روی اینا دراز کنه، به حرف اون فرمانده کل بیشرفشون آقای خامنه‌ای رو گوش کنی که میگه اینا رو باید تنبیه کنی، یعنی غلط میکنی تو تنبیه کنی، غلط میکنی دست دراز کنی به اینها. و من که تو قسمت قبلی بحث حفظ دیسیپلین به خشونت رو میکردم، جدن بهشون اخطار میکنم اگر دست روی این گلهای مملکت دراز کنن اون وقت باهاشون معامله دیگه ای خواهد شد، دیگه بدانند که جلوی خشم و خشونت مردم رو نمیتونن بگیرن. پدر مادرها و همه مردم ایستادن پشت سر بچه های گل این مملکت. به هر حال آقای دکتر ببینید در این ستون ریزش اینا روی کاغذ خودشون میگن ثبت شده 2 میلیون بسیجی داشتن، فکر کرده بودن مثل سال 98 که 4-5 روزه آوردن اسلحه دادن میتونن 500,000 نفر رو بیارن، بعد خودشون به این نتیجه رسیدن که 50,000 تا بیشتر نیومدن و این 50,000 تا در طول همین هفته‌ای که گذشت خودشون اذعان میکنن که رسیده حتی به 5,000 10,000. و اینایی که شما به اسم لباس شخصی میدین یا اینا، خیلی هاشون یا سپاه ولی امر خود آقای خامنه‌ای، یعنی اون به اصطلاح 12,000 نفری که گارد جاویدانشن لباس شخصی تنشون میکنه میاره، یا بعضی بخشای سپاه هم لباس شخصی میکنن، میترسن با لباس سپاهی بیارنشون نمیخوان. و بسیجی آخرش دیدین عکسایی رو 14 ساله 15 ساله رو شاید گولش زدن آورد. چرا؟ برای اینکه مردم در محله ها در مناطق زندگی اینا رو میشناسن، باشون صحبت کردن، گاهی تهدیدشون کردن، گاهی با خانواده هاشون حرف زدن و نمیان. اونجاهایی هم که به زور آوردن از یه پایگاه بسیج اصلا حیرون وایستادن کاری هم بلد نبود. خود اینها میگن که به زحمت در سطح کشور 60,000 نیرو توانستن جمع‌آوری کنن و با اسلحه و تفنگ ساچمه‌ای و غیره بیافتن به جون مرد. این 60,000 تا به شدت شکنند، به شدت فرسودن، رفتن دنبال این که از هشت و شعبی و حزب الله و اینا کمکی بردارن بیارن، مفخورایی که یه عمری پول مردم رو به جیب اینا ریختن. خود شما یکی از فعالینش بودین آقای دکتر رفعت، دوستمون میدونم از فعالینش بود، با روزنامه نگارا این کشور رو صحبت کرد و دشواری داشتن که اینا رو بردارن بیارن. من میدونم امریکا هم اخطار کرده به دولتای این کشور رو که نمیشه اطفایتون برن ایران و شهروندان ایرانی رو بخوان ترکوب کنن. به هر حال اگرم الان هشت و شعبیی یا حزب اللهی یه وقت داشته باشن، اینا هم که داشتن تو ایران 400 تا 500 تا داشتن آموزش میدیدن، به کار گرفتن که هیچی نیستن. و به اونها هم بعد اخطار کرد که از طعم فولاد ایرانی، از ضربت فولاد ایرانی بدهد، برای اینکه ما در تاریخمون قلم پای هر خارجی رو خول کرد. اگر ببینند ایرانی ها که یه بیگانه قدم نجسش رو خاک پاک ایران گذاشته و به جان بچه ایرانی افتاده، با او آن کنند که از عهد اسکندر مقدونی تا همین الان با هر بیگانه در واقع جنگیدن و کردن. میخوام بگم این وضعیت در اینها، بعد خودشون میگن چون خانوم ها اون طرف هم. چون فامیلای خودشون اون طرف هم. چون دیدن که چی میخوان چی میگن، اساسا همین مقدار نیروی 60,000 تا هم که خیلی هم فرسوده است، عکساشون میاد دیگه وسط بلوار مثلا وکیل‌آباد مشهد دراز شدن خوابیدن، خوابشون برده از خستگی، شیفتای 12 ساعته. خودشون میگن همین هم تازه انگیزه ای ندارن، گاهی این پکیجایی که بهشون میدن دست خورده پس میدن. نگاه نکنید 3-4 جا الان در تهران به شدت نیروشون رو بردن بالا، به شدت سعی کردن که تهران رو بگن آرومه، تلویزیون ایران اینترنشنال و احتمالاً تلویزیون ایران فردای شما و غیره هم به شدت دارن پارازیت میدن،
که اینترنت هم قطع کنن که مردم خیال کنن هیچ خبری دیگه نیست، خبر نرسه بهشون و مثلا بگن تموم شد، ناامید کنن. این اصل سومی که صفحه سومی که بهش میرسه. ولی به هر حال آقای دکتر، این مقابله و این مبارزه طرفی برنده است که استقامتش بیشتره، طرفی برنده است که افتخارش بیشتره، طرفی برنده است که بتواند به اصطلاح با حرکت‌های مختلف به پیش ببره کارو. ما از سمت خامنه‌ای که اومد نطق کرد و فرماندهانش و غیره هیچ چیز نوعی ندید، هیچ. یعنی این شطرنجی که با اینا ملت داره بازی میکنه، هر حرکتی مردم میکنن ما میبینیم اونا هم حرکت‌های قدیمی رو میکنن. درست. هیچ نوآوری شما درشون نمیبینید. همون سوزن زنگ زده رو همون صفحه گرامافون خط خطی قرقر میکنن را میکنن. اما عوضش در این سمت ابتکارات هست، کار هست. بنابراین تداوم کار که تو بخش سومش میپردازیم ضامن پیروزی این بله. اما میرسیم به سرفصل سوم برنامه کلان، یعنی فلج سازی حکومت. حکومت هیچ جنبشی تنها با اعتراضات و ریزش از حکومت که این دوتا خیلی خوب به هم وصله پیروز نشده. سومی هم لازمه، یعنی پشت کردن به حکومت و فلج کردن. اینجا اولی ترین و چشم پرپرترین و فلج کننده ترینش اعتصابه قطعا، و این اعتصاب به بخش نفت برسه، به بخش حمل و نقل برسه، به بخش انرژی برسه، برق برسه، غیره. خب همه مملکت رو میخواب نزن. اما یادمون باشه اعتصابات سازمانده میخواد، مدیر میدانی میخواد، و هیچ کجای دنیا یه شبه همه جا رو فرا نگیره. تو همین حافظه تاریخی مملکت خودمون انقلاب اسلامی که در فازای نهاییش همه مملکت در اعتصاب بود، اون سه ماه آخر آروم 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 رشد کرد. شاید اون یه ماه و نیم آخر بود که اون اعتصابات سراسری و همه جایی بود. آروم آروم حرکت میکنه. و من الان قبلا هم عرض کردم تو خیلی دستگاه ها خبر دارم، بچه هایی که کمیته های مخفی اعتصاب درست کردن، الان در اولین قدم فشار روی حراست اونجاها دارن میارن، دفاتر حراستی ها، و اونا رو هو کردن، تابلو به در اونجا زدن، و از طرف دیگه دارن به اصطلاح به سبک ایتالیایی اعتصاب میکنن برای شروع. یعنی کمکاری، یعنی آوتپوت بیرون نره، یعنی چیزی کار ارائه نشه، بدون اینکه رسما بگن اعتصاب، چون هنوز باید برنامه ریزی بیشتر بشه، عملا نمیذارن چیزی انجام بشه. اعتصابات به هر حال مدل خودش رو داره و کار خودش رو داره، مشغولن اونایی که تو میدان هستن و دارن کار میکنن. اما دو تا بخش دیگه تو این فلجسازی میمونه. اینجا همه مردم میتونن مشارکت کنن، احتیاج به یه مدیر میدانی خاص نداره. این دو تا بخش دیگه، یکیش عدم همکاری و نافرمانی های مدنیه، قانونا رو زیر پا گذاشتن. عدم همکاری در رأسش نپرداختن پول آب، برق، گاز و مالیاته. الان هیچ دستگاهی، زمینی که اون کارمندم نمیکنه، جرأت نمیکنه بره در خونه بخواد آب رو قطع کنه. نمیذارن مردم، نمیکننم، یا مالیات کسبه اگر ندن به این سادگی نمیتونن کارشون کنن. منتها این باید هر اصل عدد باد، هر چی تعداد کسایی که این کار رو میکنن بیشتر بشه، کار بر حکومت سخت‌تر. اگه 50,000 نفر باشن ممکنه بره به هر قیمت مثلا قطع کنه، ولی اگه 500,000 نفر، 5 میلیون نفر باشن دیگه کاریش نمیتونه بکنه. به هر حال عدم همکاری، نپرداختن در رأسش قرار داره. عدم همکاری های دیگه هم هست که بین اعتصاب و این قرار داره. نافرمانی مدنی، خب بزرگترین نافرمانی مدنی رو زنها کردن با برداشتن روسری. اما نافرمانی های مدنی دیگه هم هست، مثل اینکه این تفکیک جنسیتی که این آدمایی که عقده جنسی داشتن رأس کارن، هر جا خواستن جدا کنن زن و مرد، این رو به هم بزنن. خب تو دانشگاه علامه اول دفعه کردن و دخترها رفتن توی سلف سرویس با پسران نشستن، جدا سازی رو به هم زدن. توی پارک ها میشه این کار کرد، توی خیابون ها میشه کرد، توی مترو، اتوبوس و نافرمانی های.
این یه بخش دیگر، یعنی عدم همکاری و نافرمانی و که باز اینجا اصل عدد حرف میزنه. و ستون سوم، به اصطلاح بخش سوم این فلج کردن حکومت، بایکوت کردن و تحریم کردن ها. به نظر من خیلی ها، این نظر من نظریست که از بچه های فعال اومده، ما داریم با یه تروریست می جنگیم. خامنه‌ای و سران سپاه و سرکوبش یه دار و دسته تبهکار تروریست هست. چه معامله در دنیا با تروریست ها میکنن؟ آمریکا وقتی خواست القاعده رو باش مقابله کنه، یکی از کارهایی که کردیم بود که منابع مالی اینا رو شناسایی کنه و نذاره بهشون پول برسه. این کار رو باید با خامنه‌ای، باید که منابعی که او پول به دست میاره مردم پولش کنه. دو تا منبع اصلی داره خامنه‌ای برای اینکه پول به دست بیاره، یکی ستاد اجرایی فرمان امامه، یکی بنیاد مستضعفان. ده ها مؤسسه دیگه هم هست، سپاه هم همینجور، ولی برای شروع این دو تا در رأس قرار گرفته. و ستاد اجرایی فرمان امام که بیش از شاید چند سال پیش رویترز گفت 95 میلیارد دلار ثروت کشور رو تصاحب کرده، دو تا بانک بیشترین سود رو بهش میرسونه، یکی بانک پارسیانه، یکی بانک پاسدارگان. این اصل عدد باز، اگر مردم هر کس به حساب داره بره ببنده، ببره توی بانک دولتی باز کنه، بانک ملی، بانک صادرات، بانکایی که از قدیم هم بودن، چون بدون بانک نمیشه زندگی کرد. ولی این موج باشه، هم همه میتونن درش مشارکت کنن، کار ساده ای، و هم اینکه در واقع یه راه به اصطلاح مهم دشمن رو میبندن مردم، یه راه بزرگ این تروریست‌ها رو میبندن. یا بنیاد مستضعفان محصولات شرکتاش توی جامعه هست، مثلا لبنیات پاک رو تصاحب کرده، هر چی یه شیر پاک بخری آخرش پولش میره به جیب خامنه‌ای. یا زمزم که همون پپسی‌کولای سابقه، یه دونه نوشابه‌شو بخری یاد اون باشه این پولش میره تو جیب خامنه‌ای، مردم باش میکشه، دختر مدرسه ای رو میکشه. یا شرکت بهنوش فرض کن، من حالا این ستا الان تو ذهنم هست، خیلی خیلی بهتر از من همه میدونن. بنابراین بایکوت و تحریم کردن محصولات، بایکوت کردن فلان بانک یا تحریم کردن فلان محصول، یک به اصطلاح مثل سوزن تیز یک جهت باید داشته باشه. منبع پولی خامنه‌ای و سپاهو باید برید، این فلجشون میکنه. تو اون به اصطلاح سرفست فلج سازی، این یکی از مهمترین کاراست که پول نباید به دست این جنایتکارا برسه. من بنابراین این سومی های دکتر، کلن این عدم همکاری که شامل به اصطلاح فلج سازی، که شامل اعتصابات، عدم همکاری و بایکوت و تحریمه، این تعنی بیشتری داره نسبت به اعتراض که تو 4 ساعت بتونه شکل بگیره. ولی اونی برنده است که اینو تداوم بده، و ملت اگه میخوان از در این حکومت راحت شن، همه میتونن درش مشارکت کنن. بسیار ممنونم ازت، توضیحات کافی و شافی. بله من یه سرفصل دیگه مونده این جنبش رو، من اجازه بده، من دلم میخواد راجع به اعتصابات. ببین دکتر، این سوال مکرر از ما میشه، من میخوام ببینیم در اعتصابات ما در چه مرحله هستیم، آیا فراتر از دانشگاه رفته و کجاها رو شامل شده و چه توقعاتی در این روزها و هفته آینده داریم؟ سخت من بگم آقای دکتر نوری‌زاده، برای اینکه این در ید مدیران میدانیه. من حداکثر کاری که میتونم بکنم این است که گزارشی بدید یا تحلیلی. بله، با اونهایی که میشناسیم در این بخش ها ارتباط برقرار کنیم و اگر کمک از دست اون بر بیاد بکنیم، چون او میداند مثلا در تشکل معلمان یا در دانشگاه ها که الان اعتصابه، یا در دانش آموزان، یا در نفت، یا در کامیوندارا، موقعیت رو اونها میدونن، نتورک و شبکه رو اونها میدونن. من طبیعتا نمیتونم دخالت کنم، حد اکثر میتونم حرفایی که کمک به اصطلاح کشورهای دیگه، تجربیاتی که داشتن در اختیارشون بذارم. الان در چه مرحله یه؟ نه، اگر توقع این است که تمام مثلا کارمندان رسمی و پیمانی وزارت نفت
کار رو بذارن زمین، نه در اون مرحله نیست. اما بخشای مختلفی الان دست کار کشیدن، بعضی پتروشیمی ها، بعضی حتی بخشای از بعضی پالایشگاه ها، بخشای از بعضی نیروگاه ها، ولی این تا سراسری شدن هنوز فاصله داره. در این بخش، در بخش کامیوندارا خب چند جا داشتیم، در بخشای مرزی، در بخشای مثل بعض جای اصفهان، و کامیوندارا البته تشکلای مختلفی بینشون بوده، اما دارن تو خودشون صحبت، و من تا اونجایی که میتونم بگم و میدونم دارن تو خودشون صحبت میکنم. عرض کردم در خیلی از کارخانه جات و خیلی از ادارات، اونهایی که دارن سعی میکنن سازمان بدن حرکت بکنه کار، کاری که کردن این است که فعلا لنگ کردن کارو در دستور گذاشتن، فعلا به اصطلاح سبک ایتالیایی رو شروع کردن تا به تدریج بتونن سازماندهی کنن و پیش ببرن. ببینید خب حکومت‌های توتالیته مثل جمهوری اسلامی که هر تشکلی رو سرکوب کرده، نه سندیکا، نه حزب، نه چیز، و ناچارن تشکل‌ها نیمه مخفی باشن یا حتی مخفی باشن، این کارا با تعنی بیشتری راه میده تا مثلا فرض کنید در فرانسه که چه می‌دونم چند میلیون عضو سندیکای مثلا معلمان مدیریت اون سندیکا تصمیم می‌گیره، همه میرن رو اعتصاب فرض کنید. این بنابر این طبیعتش دیسنترالایز بودنه، غیر متمرکز بودنه و رعایت مسائلی که در بخش هست. به هر حال الان که صحبت میکنیم در بخش‌های مختلف جامعه، حالا بخش‌های فرهنگی مثل آموزش پرورش و دانشگاه و اینا داره انجام میده، بخش‌های انرژی، حمل و نقل، اداری، کسبه، الان حکومت اومده سپاه یه چیزی درست کرده به اسم اتاق اصناف، هر استان میفرسته برای کسبه که اگه مغازتون ببندین جریمه میشین فلان میشین. اما من میدونم در کسبه هم گاه و بیگاه صحبته، میبندن، اعتراض میکنن، باز میکنن، اتفاقا یه جور تاکتیک در واقع پارتیزانی اونجا هم به کار میبرن. ولی کسبه میتونن، اگر مثلا میگم یه بقالی، یه سوپرمارکتی نمیتونه ببنده، میتونه محصولی که بنیاد مستضعفان بر میگرده رو نخره، بگه من این محصول رو پس ببرد به اون شرکت توزیع کننده، به جاش از اون یک کارخونه بیاد که به مشتریش هم بگه ندارم. یعنی میتونن کسبه در این قسمت بایکوت و تحریم مشارکت کنن به کمک مردم بیاد، جنس رو اصلا نداشته باشن، جنس جایگزینش رو بیارن تا مردم کار کنن، بخش کسبه رو عرض می‌کنم و غیره. به هر حال من نمیدونم تا چه حد این گستره پیدا کنم، ولی نکته درست شما میگین، پیروزی در گرو این است که این بخش بیشتر از این جلو بره و گسترده تر بشه. ممنونم تو سازگارم. رسیدیم به پایان برنامه. فقط آنچه که میخواستم در واقع از شما بشنوم، آیا سلسله برنامه ریزی برای روزهای آینده هست؟ ما البته هر روز برنامه داریم بخش میکنیم، ولی الان چون مردم دارم میبینم میخوام دقیقا. آی دکتر ببینید، این همون بخش سوم است که من میخواستم ذیل این سرفصل نگاهش بکنیم، یعنی تداوم کار، توالی تاکتیکی و تنوع تاکتیکی. این بخش آره خیلی فکر شده، فکر منم نیست، فکر بچه هایی که انصافا من میگم، حالا نمیخوام پوز دانشگاه رو بدم، بچه های مثلا دانشگاه صنعتی توش خیلی زیادن، بچهای دانشگاه های دیگه هم هستن، بچهایی که کف میدونن و برنامه ریزی میکنن، حالا ما هم قابل میدونن، در جریان میذارن، با هم تعامل میکنیم. دقیقا این توالی تاکتیکی و به اصطلاح این تاکتیک پشت اون بیاد و تنوع و تکثر دادن بهش و تداوم دادن این، فکر دارم میکنن کردن در اعتراضات، در ریزش و در بخش در واقع عدم همکاری ها به تدریج انجام میدن و میاد جلو. میخوام بگم ولی وجود داره، یعنی فکر نکنید که فکرش نشده. من عرضم رو تمام کنم، یه خبر خوشم بدم آقای دکتر. تو اون بخش ریزش، محرمترین جاهای حکومت دیگه، شما وزارت اطلاعات محرمتر میخواید، از بیت رهبری و سپاه ولیعمر محرم در میخواد،
خیلی هاشون با مخالفین الان تماس گرفتن، در تماسن و میگن ما راضی نیستیم، آماده ایم همکاری کنیم در سمت درود. ملت بگیم درود. هر وقت به میانه ملت برگردید دیر نیست، هر زمان برگردید آغوش ملت باز میگیرنتون. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان در اهتزاز، به زودی در سراسر کشور در اهتزاز خواهد آمد. به اتفاق دکتر محسن سازگارا، دوست عزیز و همدل و همراه با ملت ایران، تا دیدار بعدی در پناه پرواز.